من متوجه نشدم. عرض میکردم که امروز دوشنبه است و 25 ماه می، 25 ماه می یا اصولا دوشنبه های پایانی ماه می روز تعطیلی است در آمریکا به نام مموریال دی، یعنی روز یادآوری. روز یادآوری چه کسانی؟ روز یادآوری کسانی که در جنگ های انفصال یا جنگ شمال و جنوب یا جنگ داخلی، اسمای مختلف دارد، کشته شدند و در واقع این رو روز دکوریشن دی می گفتن. دکوریشن یعنی مدال، روز مدال. عرض کنم که و بعد به سال 1000 رو عرض کنم که 868، بله، این نام رو به مموریال دی تغییر دادم. و اشتباه نشود، یک روز دیگری هم هست به نام ویترانز دی. ویترانز آدمی رو میگوین که خدمت ارتشی کرده باشه، یعنی روزی برای به یاد همه کسانی که در ارتش آمریکا خدمت کردن، چه کشته شدن و چه نشدن، اونم یک روز دارن به نام ویترانز. و گورستان های مختلف هست برای عرض کنم که شخصیت های نظامی، مشهورش آرلینگتون سمیتری هست که جان اف کندی هم اونجا به خاک رفته، اما نیامدن همه کوچه های آمریکا رو، خیابون ها رو. خیابان شهید بیل بدست، خیابان شهید و محمد قلی تپه خور مثلا. حالا ما به شهدا درود میفرستیم، کسانی که در جنگ کشته شدن و از ایران دفاع کردن. اما این داستان بسیار بسیار پست فرومایه است که آقا اینها گرایش به مرگ و مردن و قبر و شهید و فشار قبر و هی قبر و مرده و هی مرده و قبر، خبری از زندگی نیست در اون مملکت. همه این خیابونا و اینا شهید کی؟ آقا پس تکلیف دیگران چه می شود اگر 10 نفر در یک کوچه شهید شد؟ به قول شما شهید که معنی نمیده که. شهید یعنی چه؟ شهید شاید 2-3 نفر در تاریخ داشتیم. آقا کشته شدن با افتخار در راه کشور، محترم هستن، اما نه اینکه همه خیابونای مملکت رو شهید کی. پس زندگان چی؟ پس بزرگان مملکت چی؟ این داستان مسخره پست فرومایه که بر مملکت ما حاکم شده، این گفتنی نیست. هر جاش دست بذارید بوی تعفنش سر آدم رو به درد میاره. باری در آمریکا چنین نیست. آقا در کشورهایی که صاحب قانون و قانون اساسی درست و در واقع حاکمیت ملت اونجا هست، از این مسخره بازی های آخوندی و اینا خبری نیست. یک تعقلی بر جاست. در هندوستان هم تشریف ببرید اونجا، ایندیا گیت، اون بالاش نوشته به یاد کسانی که در راه آزادی این مملکت به خاک افتادن. یک جا هست حتی بچه های کوچک رو در روزهای ویکند آخر هفته میآورن، بچه های دبستانی، اونها که بدانند که کسانی بودند که برای این کشور جنگیدند و آزادی امروز اونها وابسته به شجاعت اونها بوده است. این کشور ما خب صاحب ندارد دیگه، چه میشه باید کرد؟ حقیقتا کشور بی صاحب شده است و هر شبت که چنین روزگار سیاهی هرگز بر مملکت ایران حاکم نبوده و روز به روز بدتر شده. از اون زمان خمینی روز اول که پاشو گذاشت هی به طرف بدی رفته و از بد بدتر شده، هر روز معلوم نیست انتهاش در کجاست. خب بگذاریم، هر موقع اسم اینها میاد من فکر میکنم که انسان دچار نفس تنگی و خفقان میشود و بوی بدی هوا رو در واقع فضا رو تیره میکند از عفونت فکر اینها. اجازه بفرمایید از اندیشه درخشان زرتشت برای شما یک تکه کوچک بخوانم. بند دوم میفرماید: پروردگار را مرد نیکندیش و پارسایی که روانش با راستی همگام است، تنها به تو می اندیشد و کردار نیک خود را به تو نیاز می کند. ای اهورامزدا، بشود که نیایش کنان و سرود ستایش گویان به تو نزدیک شوید. به به، احسن. عرض کنم که امروز پیش از این که حافظ رو بخوانم، امروز دیروز ما
در اولمپیک کالکشن بودیم و در واقع در باب کتاب اخیر که معروف حضورتون هست صحبت کردیم. هموطن تشریف آورده بودن. خیلی سپاسگزارم از کسانی که این مسئولیت سنگین رو به عهده گرفتن، برادران سالکی، مادر محترم و همچنین مهندس نصرتی عزیزم و بانوی گرامیشون و سایر دوستان که آمدن. حالا فرفر نام همه به یاد من نیست، آقای مهری تشریف داشتن، آقای فرجی دوستی بسیار عزیزم اونجا بودن و عرض کنم که دوست گرامی آقای فسازادم محبت کردن تشریف آوردن، یه قطعه بسیار بسیار دلاویزی در اصفهان در اونجا نواختن و جلسه خیلی خوبی بود. صبح امروز هم عرض کنم که فراموش کردم از دوست بسیار عزیز و بزرگوارم آقای پرویز آرامیپور اونجا بودن. بسیاری از دوستان که حالا نامشون اینجا به خاطر من در این لحظه نیست، از همه سپاسگزار هستم. خدمت عرض کنم امروز صبح هم ما میهمان برنامه آقای میبودی بودیم، در باب کتاب صحبت کردیم. یک تکه از این امروز رو کسانی که ندیدن، این تکه کوچکیش رو پخش میکنیم. سپر جان لطفا پخش کنید یک دو سه دقیقه از برنامه امروز رو و بعد میپردازیم به حافظ. بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همینان عزیز و ارجمندم. مموریال دی، روز یادآوری، یادآوری گذشتگانی که این سرزمین خدمت کردن. خب در برنامه امروز شخصیت نازنین، دانش‌پژوه، محقق بسیار پرکار، واقعا کار آخریش که اصلا باور کردنی نیست، یه چیز حدود 5-6 سال عمر گرانمایه رو صرف این اثر فوق‌العاده خواندنی کرد و بسیار محققانه و عالمانه. آقای مهندس بهرام مشیری عزیز امروز با ما هستن. قرار بودیم برنامه هفته پیش اجرا بشه، متأسفانه من در سفر بودم و صبحگاهان میگم صبح بخیر میگم به آقای مهندس بهرام مشیری. خوش آمدی آقای مشیری عزیز. درود بر شما دوست گرامی آقای میبودی، درود نوستن خدمت هموطنان. خیلی سپاسگزارم لطف کردید. آقای مشیری همگرانم، همه ما رو میشناسیم، یکی شعرهای مؤثر رسانه‌ای، یک شخصیت روشنگر، کارهای فوق العاده قابلی انجام داده. آخرین کار او همگرانم نقدی است انتقادی بر شاهنامه رو که میدونید که خب چندین نوبت تصحیح، آخرین تصحیح شاهنامه توسط آقای دکتر جلال خالقی مطلق بود. الان داشتم آقای مهندس مشیری میگفتم من سن و سالی نداشتم، 17 سالم 18 سالم بود، چند سالم بود، با آقای سعادتمند که برادر زن آقای خالقی مطلق بودن در حومه کرن رفتیم در یه آپارتمان، یه ساختمان چند طبقه بود، وارد اونجا شدیم، یک سالونی بود، سالن یک شخصیت نازنین روی زمین نشسته بود، در اطرافش پر از کتاب. من پرسیدم که منو شد که شوهر خواهر آقای ساده، گفتم چی کار میکنن؟ گفتن درباره شاهنامه تحقیق میکنن، پژوهش میکنن. فکر کنید از اون سال تا به امروز کماکان تحقیق درباره شاهنامه ادامه پیدا کرد. اما کار درخشان آقای مشیری اینه که آمدن نقدی نوشتن بر مجموعه اقداماتی که برای اصلاح شاهنامه شروع کرده. این وسط گناهکار اصلی به نام دارم کاتبان ما بودن، کسانی کتاب ها رو می نوشتند، چاپخونه که نبوده که، یه نسخه رو میدادین میگفتی آقا 10 نسخه من از این میخوام، می نشستن. در نتیجه نظرات شخصی، نظرات مذهبی یا نظرات ادبی خودشون رو هم دخیل میکرد، یعنی اگه دلشون خواست یه جمله رو اضافه میکرد، اگه نمیتونستن لغتی رو بخونن، لغت آسونی سعی میکردن جایگزینش بکنن. فکر کنید حکیم ابوالقاسم فردوسی چیزی حدود 40,000 بیت شدم اندک. حالا از دکتر از آقای بله، این یک تکه بود از صحبتی که داشتیم با روسی گرامی آقای میبودی و هموطنان. زنگ زدن تلویزیون پارس برای سفارش، چون در بازپخش، البته کسی در تلویزیون پارس نیست، میتوانید به همون تلفن
سرزمین جاوید زنگ بزنید 972-292-0101 برای سفارش کتاب. از آقای میبودی بسیار سپاسگزارم. مهندس شجرم مثل که میزان کردن این دوربین رو. خب ما حافظ رو باز میکنیم و یک غزل هم از حافظ به شما تقدیم میکنیم. بله اینها رو تکرار کردیم چند بار. بله اون ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ ترک به معنای علل اطلاق به معنای زیبارو، حالا به تبار و نژاد اینا می‌گیم. انقدر این ترکان زیبا بودند که رفته رفته در واقع واژه ترک مترادف شد با زیبا، زیباروی. و حافظ چه از خودش متشکر بوده اینجا حافظ بزرگ ما، میگه که از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از رنی اشتباه کرد رفت از پیش ما. تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین، کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت. بر شمع نرفت از گذر آتش دل دوش اون دود که از سوز جگر بر سر ما رفت. دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت. از پای فتادیم چه آمد غم هجران، در درد بمردیم چه از دست دوا رفت. دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت، عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت. یک عمری دعا کردیم و هیچ به جایی نرسید. عمریست دعا کردیم، عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت. کار ما مردم شیعه عرض کنم که کامل الدین اسم ما رو باید بذارن کامل الدین، چون پاک و پاکیزه شیعه است. در واقع بهشت هم برای شیعه درست شده، تمام جهان هم کافر هستن، خونشون هم مباحه. اول سنی ها بله، یعنی وارثان اصلی سنت محمد رسول الله، اونا کافر هست. رافضی اما نه، چیز دیگری است. بله احرام چه بندیم چون قبله نه اینجاست، در سعی چه کوشیم چو از مروه صفا رفت. دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید، هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت. این قانون شفا ایهام است، یعنی مراتب پیروزی بر بیماری. قوانین طب میگوید اینجا دیگه کار نمی کند. شفا هم در واقع یک کتاب مشهور هست از حکیم ابن سینا، البته شفا رو در فلسفه نوشته است. ای دوست به پرسیدن حافظ قدمینه، زن پیش که گویند که از دار فنا رفت. بله ما 24 ساعت است که داریم حرف میزنیم. این است که عرض شود که اندکی مثل اتومبیلی که یه 1000 مایلی برانید بدون اینکه روغن عوض کنید یا به آبش رسیدگی کنید، ببینیم سرنوشت ما تا پایان برنامه چه می شود. خب من میخوام که دوست عزیزم سپر یک موسیقی ایرانی زیبا برای شما پخش بکنن. شما شاید یک قطعاتی از کتاب شخصیت محمدی عبدالغنی رصافی برای شما بخوانم. این مرد محقق این کتابو چندین دهه پیش نوشته است و من خیلی خوشحالم که ترجمه شده است به زبان پارسی که دوستان بتوانند از اون استفاده کنند. اجازه بدید که موسیقی رو بشنویم و ببینیم و برمیگردم خدمتتون.
کتاب نقدی بر چاپ‌های انتقادی شاهنامه و تصحیحی جدید از داستان رستم و سهراب، پژوهشی از بهرام مشیری به انضمام 6 CD قرائت و شرح این داستان. جهت سفارش با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید. با درود بر شما هموطنان گرامی، قطعه بسیار بسیار دلاویز از ساز دوست ارجمند فرید پخش شد، فرید فرجاد. میخوام عرض کنم که هر سازی یک صدای اصلی دارد به تعداد زیادی صداهای جعلی. اون چی شنیدید صدای اصلی ویولون هست که از پنجه گرم فرید شنیدید. خب اجازه بدید که عرض شود که یک بخشی بخوانیم از این کتاب آقای رصافی. این آقا عرب بوده، استاد عربیت بوده، استاد تاریخ عرب بوده. اینها رو ما نقل قول میکنیم از او. اینا در تاریخ طبری و در واقدی و در سیرت رسول الله و در سایر کتب مرتب آمده است که حضرت نشسته بودن کنار آفتاب، جبریل آمد گفت که قریش، اینو گفتن به اونو گفتن، و جبریل آمد دوباره این رو گفت و در حق شما این رو گفتن در شب فرار یا هجرت. جبریل این جبریل جاسوسای حضرت بودن، چون خیلی در خیلی مواقعی که واقعا جبریل میواست میامد نیومد. باری رصافی محقق عرب آمده و جاسوسای حضرت رو معرفی کرده که جبریل اینا بودن. از صفحه 524 اینا چیزهایی است که ما بایستی بدانیم. هی خودمون به این در اون در دروغ نزنیم، مغز خودمان رو فریب ندهیم. این مغز انسان زود فریب می‌خورد. به جهت اینکه تعقل در تاریخ تکامل انسان عرض کنم که جدیده، حس قدیمه. به همین دلیل هم هست که حس خیلی سریع الانتقال تر است از مغز. با تکرار یک دروغ چند بار ما مغز فریب میدیم، شکل میگیره، مغز شکل اون دروغ رو میگیره. جبرئیل یعنی چی؟ کجاست این جبرئیل؟ کی دید این جبرئیل رو؟ چه جنسی بود؟ گوشت و پوست و استخوان بود یا چی بود؟ سایه بود جبرئیل؟ وقتی میگوییم جبرئیل آمد یعنی یا گام بر میداشت یا پرواز میکرد. خب بله، یا جبرئیل گفت بایستی دهانی زبانی یه چیزی بقا مطلب. اینا همه مغالطه است، یکیش درست نیست و یکیش داره معنی نیست و ابدا و مطلقا هیچ حقیقتی در جبرئیل آمد و از آسمان آمده اینا مطلقا اینها دروغ است. این بدبختی ما از همین جبرئیل شروع شده دیگه. چرا ما باید این ملت سربلندی که از کنم اولین کشور جهان بوده با وجود جغرافیای بد و کشوری که حاصلخیز نبود، این مایه بر فرهنگ جهان تأثیر گذاشته و این امپراتوری‌های بزرگ، وقتی جبرئیلی شدیم بدبختی شروع شد و این انحطاط جبرئیلی به سرازیری رفت و ما رو به اینجا رسانده. در جهان بعد از کره شمالی ماشاءالله ما مقام بعدی رو داریم، که البته در چند چیز مشترکیم. یکی رهبر عزیز، دو رهبر عزیز داریم، یکی اون یارو جوونه در کره شمالی که همه باید سینه بزنن بگن رهبر عزیز آمد، رهبر عزیز رفت. چند روز پیش رئیس نمیدونم فرمانده نیروی هوایی بوده، یکی از شخصیت بزرگ ارتشی رو دستور داده گذاشتن اونجا با این تفنگ‌های ضد هوایی زدن کشتن، دستور اعدام 12 نفر رو داده به خاطری که اینها
یا انتقادی کرده بودن ازش، یه چیزی گفتن خوشش نمیده. این علی ما هم رهبر، خودش هم اسمش گذاشته رهبر، سوپریم لیدر، سوپریم و حاکم شهری که مرغابی بود به قول عوام. ببینید چه خبر است اونجا که حاکم مرغابی است. خب حالا داستان جبرئیل میخوام از زبان رصافی برای شما بخوانم. این مرد محقق دو سه نفر از جبرئیلاشو شناسایی کرده، همه‌شو نتوانسته ها، خب جاسوس زیاد داشته ایشون. خب دستگاه خبرچینی و جاسوسی محمد، از کتاب شخصیت محمدی یا حل اون راز مقدس، بله، نوشته عبدالغنی رصافی، ترجمه میم سین شاهپوری. خب محمد دارای یک دستگاه خبرچینی و جاسوسی حیرت انگیز بود و آدم های او که نقش چشم ها و گوش های او را بازی می کردن، مثل سربازان گمنام امام زمان، اینا کپی برداری همون داستان هن. دیدید که سربازان گمنام امام زمان یعنی چاق و کشایی که ما نامشون رو پنهان کردیم، کجا رفتن؟ اسید پاشا که بودن. آقا چه کسی این آدم ها را، یه دختران زیبای مملکت رو که امید به آینده داشتن و پر از شور و نشاط زندگی بودن و اون در اون خانواده به خوشحالی میزیستن، اسید سولفوریک به صورتشان ریخته و اینا رو خانه نشین کرده یا کور کرده؟ شما هرگز به این تراژدی فکر کردید؟ طول و عرضش چقدره؟ عمق این تراژدی چقدره؟ بزرگی این جنایت تا چه حدی داره؟ هیچ یک از ما فکر کردیم؟ آیا یک نفر به جرم اسید پاشی که میگوین 220 مورد بوده دستگیر شده تا به امروز؟ به کتک و توسری اون چنان ما عادت کردیم در این 35 سال به خصوص که اگه توسری نخوریم مثل که ناراحتیم. چه کسی جواب این جنایت ها رو میده؟ چه کسی جواب اون غم و اندوه عمیقی که بر جان و روح اون دختر خانمی که بر روح اون دختر خانم سایه افکنده و کسانی مانند او همه عمر و بر اون خانواده، چه کسی جواب گو خواهد بود؟ هیچ کس. چرا؟ سربازان گمنام زمان، امام زمان، این جبرئیلای ایشون هستن. خب میگوید دستگاه جاسوسی حیرت انگیزی بود و آدم ها که نقش چشم و گوش های او را بازی میکردن در همه جا پخش و خبرهای مربوط به دشمنانش را به طور منظم به او میرسانیدن. داستان های فراوانی پیرامون رسیدن اطلاعات به وی از سوی آسمان روایت شده، ولی با بررسی آنها در میابیم که همه اینها مسائلی هستند که ابتدا در میان مردم اتفاق افتادند و سپس خبر مربوط به اونها از آسمان نازل شده است. حوادث مزبور همگی قابل لمس و عینی هستند و پی بردن به اونها توسط خبرچین و جاسوس کار ساده است و ربطی به غیبگویی، بله، و ربط غیبگویی که آینده را هدف قرار میدهد ندارد و خود قرآن بهترین شاهد است که میگوید چنانچه غیب می دانستم سود بسیار می بردم و بدی به من نمی رسید، من جز یک هشدار دهنده و نبید بخش برای قومی که ایمان می آورند نیستم. این ترجمه اون آیه است که این رو می گوید. پس چنانچه محمد غیب گو نیست و این روایت ها همه صحت داشته باشند، می توانیم با قاطعیت بگوییم که محمد دارای تشکیلات خبرچینی و جاسوسی حیرت انگیزی بوده و قصد ما در اینجا ثابت کردن این ادعاست. جاسوسان خصوصی او به دست آوردن اطلاعات و خبرها تنها با پراکندن اشخاصی که نقش چشم و گوش را بازی میکنند تحقق مییابد و محمد نیز آنها را داشت و شکی نداریم که در میان آنها کسانی بودند که برای او محرمانه و خصوصی جاسوسی میکردند و عده‌ای نیز به طور علنی عمومی. منظور ما از جاسوس خصوصی اون کسی است که امر خبرچینی و جاسوسی به گونه‌ای محرمانه و انحصاری میان او و محمد می باشد و کسی دیگری از آن اطلاعی ندارد و هیچ کس جز خود محمد او را نمی شناسد، زیرا شرایط و اوضاع به هنگام مهاجرت به مدینه
بله دشمنانی از میان خود مسلمان ها برای محمد به وجود آوردند که نام منافق را بر آنها نهادند. آنها اظهار مسلمانی میکردند ولی قلبا مسلمان نبودند و دفع شر آنها جز با پراکندن جاسوسان و خبرچینان ممکن نبود. از آنجایی که جاسوسان خصوصی محمد را کسی جز خود محمد نمیشناخت، از این رو دسترسی به نام و نشانی آنها در کتابهای سیرت بسیار مشکل است. ولی با این وجود می توانیم از راه استدلال و نتیجه گیری به شناخت سه نفر از آنها موفق شویم. یکی در مکه که عمویش عباس است و دو نفر دیگر در مدینه. این توانسته، خب جاسوس رو کسی نمیشناسه، اما با توجه به شواهد و قرائن و استدلال ها این آقای رسافی سه تا جاسوس ها رو شناسایی کرده. یک عباس عموی پیغمبر، بله برادر عرض کنم که حمزه و ابو طالب و اینها. عباس در مکه منافقی بود در میان کافران، یعنی در ظاهر کافر و در باطن مسلمان، و تا سقوط مکه به دست مسلمانان در همون جا ماند. ولی پیش از اون میخواست به مدینه مهاجرت کند، ولی محمد او را از این کار باز داشت و پس از گشایش مکه اسلام خود را آشکار ساخت و به مدینه رفت. اون دو نفر دیگر در مدینه بودند. یکی از اونها مسلمانی بود که خواهری در بنی نذیر داشت و این نذیر قوم یهودی بودند. و ماجرای او را در حادثه بنی نذیر به هنگامی که قصد توطئه علیه محمد داشتن شرح دادیم، ولی متاسفانه نشانی از او و خواهرش نیافتیم. ولی شک ندارم که یک مرد یهودی بوده که اسلام آورده و سپس قومش را ترک و به میان مسلمانان آمده و احتمال می رود که خواهرش نیز مخفیانه اسلام آورده ولی اون را پنهان می ساخته و همونجا در میان قوم یهودی خود برای همین منظور، یعنی خبرچینی، مونده بود تا خبرها را از طریق برادرش به محمد برساند. دومی حدیفه که از مردمان مدینه بود و خود را همرنگ منافقان کرده و تظاهر به اسلام میکرد، ولی در باطن یک مسلمان پایبند و با اخلاص نسبت به خدا و رسول بود و به قبیله های اوس و خزرج نیز وابستگی نداشته و از رازداران رسول الله به شمار می رفت. می گویند به حدیفه رازدار رسول گفته می شد. از قول خود او چنین نقل شده است: در غزوه تبوک رسول الله از اشتر خود پایین آمد و حالت وحی به او دست داد. شترش برخواسته و به راه افتاد. من اون را دیدم و افسار او را گرفته و در کنارش نشستم تا اینکه رسول برخاست و من شتر را نزد او آوردم. پرسید این کیست؟ ظاهرا این جریان در شب اتفاق افتاده بوده و از این رو محمد نتوانسته بود او را تشخیص دهد. گفتم حذیفه. پیامبر گفت به تو رازی میگویم و تو اون را فاش نمیسازی. من از نمازگذاری بر فلان و فلان نهی شدم و تعدادی از مشتکان را برشمرد. شکی نیست که حذیفه این حدیث را پس از وفات پیامبر فاش ساخته است و از این رو عمر ابن خطاب در دوره خلافتش هر وقت شخصی که گمان میرفته یکی از اونهایی باشد که پیامبر نامشون را برده از دنیا میرفت، دست حذیفه را میگرفت و برای نمازگذاری بر او با خود میبرد، چنانچه حذیفه دستش را از دست عمر میرو میکشید و با وی نمیرفت از نمازگذاری بر وی امتناع میکرد. از اینجا میتوان پی برد که حذیفه جاسوس خصوصی محمد بوده و علاوه بر آن بر این سه نفر میتوان از دو نفر دیگر نیز نام برد که نقص جاسوسان خصوصی او را بازی میکردن. یکی سراغه ابن مالک که عامل اصلی شکست قریش در روز بدر بود و پیش از این پیرامون آن سخن راندیم، و دومی شیخ نجدی است که به هنگام توطئه چینی قریش در فلان منجا علیه محمد برای کشتن وی از طرف عباس عموی پیامبر اجیر و به اونجا فرستاده شد و بلا فاصله پس از پایان جلسه نزد عباس رفته و او را از همه تصمیمات اونها آگاه ساخت و او محمد را از جریان توطئه آگاه ساخت. این داستانی است که و اینجا استنتاج میکند که عباس عموی پیغمبر مسئول دستگاه جاسوسی حضرتشان بوده.
اما ما در کتاب ها میگوییم که جبرئیل آمد این خبر را آورد، جبرئیل آمد اون خبر را آورد، در حالی که اینا همون جاسوس بودن و اینا بین عرب میگشتن ببینن علیه محمد و دستگاهش چه نقشی هست. بلا فاصله این جبرئیل ها خبر رو می آوردن و عرض کنم که به خدمت رسول عرض شود که می گفتن. اینجا یه فصلی مفصلی راجع به عرض کنم اساسیه محمد و غلامان کنیزانش و درآمدهای خصوصی محمد بله هست که اگر بخوانیم بد نیست. من حالا یک بخش های از او رو میخونم خدمتتون. میگوید محمد به دنیا نیامده بود که پدرش از دنیا رفت و یتیم به دنیا آمد و پدرش جز پنج نفر شتر و تعدادی گوسفند و یک کنیز حبشی به نام برکه یا برکه نمیدونم چون حرکتش نداشتی که به ام ایمن معروف بوده چیزی به جای نگذاشت. واحد شتر نفره مثل آدم، ببین پنج نفر مثلا آخوند، پنج نفر شتر نفر میگوین، یک قلاده پلنگ، دو نفر شتر، سه رأس خر، اینا هر کدوم برای خودشون واحدهایی دارن. خب اینج به خاطر این نوشته از پنج نفر شتر. خب و به گفته غلامی به نام شقران که حبشی بود نیز از پدرش به ارث برد که پس از جنگ بعد او را آزاد کرد و به گفته او او را از عبدالرحمن ابن عوف خریده بود و یا عبدالرحمن به وی پیشکش کرده و از پدر به ارث نبرده است. این عبدالرحمن ابن عوف از نخستین مسلمانان بود و وقتی که دزدی ها و غارت ها شروع شد اینا که سران عرب بودن به ثروت های افسانه ای دست پیدا کردن، آوردن که در طویله همین عبدالرحمن ابن عوف 1000 رأس اسب نژاده بوده، در حالی که این مسلمان ها وقتی که جنگ احد در گرفت یه اسب داشتن که خود رسول سوار شده بود و یه قاطر، بقیه 100 نفر دیگه شتر سوار، ما بقیه پیاده، جمعاً 800 نفر. اما این عبدالرحمن که میشود تصور کرد بیشتر این اسبای دزدی ایران بوده، چون ایرانی ها مشهور بودن به پرورش اسب. باری این میگوید یه غلام رو این عبدالرحمن داده بود. خیلی خوب بله. ام ایمن به نام فرزندش ایمن خوانده می شد که از همسر اولش عبید ابن زید حبشی داشته و پس از فوت عبید که بعد از بعثت اتفاق افتاد، پیامبر او را به عقد ازدواج غلام آزاد کرده خیش زید ابن حارثه در آورد و ثمره این ازدواج اسامه بوده که پیامبر هم او و هم پدرش را دوست داشت. ام ایمن پس از فوت مادر محمد نقش دایه ای را داشت و از این رو به او می گفت تو مادر من پس از مادرم هستی. ولی از آن جایی که ام ایمن سیاه پوست بوده، اسامه نیز رنگ او را به ارث برده بود، در حالی که زید سفید پوست بوده و منافقان این مسئله را مایه طعنه به زید و حرامزاده بودن فرزندش قرار دادند. حالا اینا بگذاریم. بله. به طور کلی ارث پدری محمد بسیار ناچیز و زندگی وی در مدینه فقیرانه بوده و به همین دلیل هم به کار چوپانی برای دیگران می پرداخته و هر رأس گوسفند را یک قیراط حساب می کرده. ابو هریره می گوید رسول الله گفت خداوند پیامبری را نفرستاد مگر اینکه چوپانی کرده بوده. اصحاب پیامبر از وی پرسیدند در مورد شما چگونه بوده؟ ای رسول الله گفت من هم برای برمکیان از به قیمت رأس یک قیراط این کار را میکردم.
گوسفندا و این چیزها رو میبرده صحرا و هیچ پیامبری نیست که این کار را نکرده باشد. مقالطه کدوم پیامبر؟ شما پیامبرش ثابت کن تا ما بیام دنبال چوپانیش بگردیم ببینیم آقا این چوپانی کرد یا نه. قیراط جز بسیار کوچکی از درهم و دینار بوده که با اون تنها چیزهای کم ارزشی را میشد خرید. خیلی خوب. بعد میگوید وضع مالی او پس از هجرت به مدینه به خاطر اینکه میهمان مردم مدینه بوده و خودش و دیگر مهاجران از هدایا بخشش ها و تقدیم های انصار استفاده میکرده و در خانه های اونا زندگی میکردن به تدریج رو به بهبودی نهاد، ولی موقعی به پول دست یافت که حملات و یورش های خود را به کاروان ها آغاز کرد و گروه های جنگی خود را به اطراف فرستاد و لشکرکشی ها را به راه انداخت و قناعم جنگی فراوانی را به چنگ آورد و این گفته از اوست: خداوند روزی مرا در سایه نیزم قرار داده است. خداوند روزی مرا در سایه نیزم قرار داده است، یعنی به ضرب نوک تیز این نیزه روزی میخورم. حالا اون آقای طباطبایی محترم بیاد بشینه جلو اون کتابخونه شو بگه این مشیری دروغگوه، گفته اینا دوز بودن. خب پدر جان، این عرب، این استاد عرب هم عربیش از شما بهتر بوده، هم با اسلام بیشتر آشنا بوده، هم جد و آبادش مسلمان بوده، هم تعلیماتش در دنیای عرب زبان بوده، هم قرآن شاهد حرفاش هست، هم تاریخ شاهد حرفاش. حالا مشیری رو زد کنار، یه جوابی آقا رو بده. مالکشان محترم حرکت کنید. ماله به این دست، سطل گل به این دست. حقیقت کجا هست؟ یک ماله برداریم بپوشونیمش و یه خاکم بپاشیم بگیم اینم قدیمیه. خب و یه بار دیگه میخونم: ولی موقعی به پول دست یافت که حملات و یورش های خود را به کاروان ها آغاز کرد و گروه های جنگی خود را به اطراف فرستاد و لشکرکشی ها را به راه انداخت و غنایم جنگی فراوان را به چنگ آورد و این گفته از اوست: خداوند روزی مرا در سایه نیزم قرار داده است. و وضع او به گونه دیگرگون شد که به یکی از ثروتمندان مدینه مبدل شد. اکنون میپردازیم به شرح دارایی ها و اموال او در موقعی که در مدینه بود. چارپایان او: محمد دارای 7 اسب و 6 استر و 2 عدد خر و 3 شتر سواری بوده. اسبان او عبارت بودن از، حالا اسم اسبا رو آورده و اینا که میذاریم کنار. بله، او چه توضیحی در باب اسبا داره. مورخان بر این 7 عطر و بر این 7 اسب متفق القولن، ولی برخی از اونها تعدادی دیگری را نیز ذکر میکنن که شمار اسبان او را به 15 یا 20 میرسانن. حافظ نمیدونم کی گوید: بعد از زن هیچ چیزی برای پیامبر دوست داشتنی تر از اسب نبوده. خدا وقتی وضعش خوبه، اینجا شما تو آمریکا بخواین یه اسب داشته باشین باید خیلی ثروتمند باشین. در اروپا هم همینطوره، چون نگه داشتن یک اسب در یک جا خوندم 4 هکتار زمین باید داشته باشی، این یونجش رو چیز کنی، تأمین کنی برای یک اسب. خب بله، استران یا قاطران 2 عدد بودن، یکی به نام دلدل. این اینو بارها گفتم، تصویر نقاشی مولا علی رو که میکشن سوار یک اسب زیبا و عربی شده و اینا، یه قاطر بیریختی بود آقا، این حاکم مصر داده بود با 2 تا کنیزک، این هم یکیش خودش برداره، یکیش داده بود حسان ابن ثابت شاعرش، این قاطره هم داده بود به علی. دلدل بله و میگه این قاطره در پیری دندانهایش را از دست داده بود و جو را میکوبیدند و برادران ربرات قرار میدن. علی ابن ابی طالب سوار بر آن با خوارج جنگید و پیش از وی عثمان سوار بر آن میشد، سپس فرزندانش حسن حسین و محمد ابن حنیفه سوار اون میشدند. بازنشست هم نمیکردن این بدبخت رو، همبرگرش میدادن. بله، دومی استری بود به نام فزه که از طرف عمر ابن عمر ابن عمر ابن جزامی
به وی هدیه داده بود. حالا اینا تلفظش چگونه است این داستان دیگری است. خب حالا میگوید برخی تعداد اثران پیامبر را 7 عدد شمردند، 2 عدد خر نیز داشته است که یکی یعفور و دیگری عفیر نام داشته و از این حرفا. غلامان و کنیزان، محمد تعدادی غلام و کنیز داشت از جمله زید بن حارثه که خدیجه به او پیشکش کرده بود و محمد او را آزاد کرده و فرزند خوانده خود کرد و مردم او را ابن محمد می نامیدند. ولی موقعی که آیه اونها را به نام پدرانشان بخوانید محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبود نازل شد، او را زید بن حارثه خواندند و رسول الله او را بسیار دوست داشت. دیگری ابو رافع بود و صحبت از اینهاست و بعد زنانش رو برده و اسلحه و اساسیهش رو برده و یک فصل مشبعی است. سپرهاش و لباسهاش و داره داستان زیادی داشته است. آقا وضعش خوب بوده این رسول و یک نتیجه گیری هم کرده. اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم و اخبار ساعت 12:30 خلاصش رو هم بشنویم و برگردیم ببینیم که این آقای رصافی دیگر چه گفته است در باب این داستان ها. بله تو چند دقیقه دیگه. چار تن در یک زمان جستند در دوران سری، پنج نوبت کوفتند از فر شعر و شاعری. جاه و آب رودکی شد زنده زین چار استاد، فرخی و اسجدی و زینتی و عنصری. چرخ بر این چار تن بگماشت چشم عاطفت، دهر بر این چار پور افکند مهر مادری. با چنان حشمت که بودن آن اساتید بزرگ، مال و نعمت در کنار و فضل و حکمت بر سری، بندگان بودند و شاگردان بر استاد طوس، زن که بودش بر سخن سنجان دوران سروری. نخستین مجموعه ساز و سخن منتشر شد، برگزیده از اشعار حافظ، سعدی، خیام و ملک الشعرا بهار بر روی 4 CD. جهت تهیه این مجموعه با شماره تلفن 818-345-06-07 تماس حاصل فرمایید. بر 35 سال اندر کتاب خیش رنج، ماند با رنجی چنان گنجی بدین فهناوری. شاهنامه هست بی اغراق قرآن عجم، رتبه دانای طوسی رتبه پیغمبری. انتشارات سرزمین جاوید. خب با درود بر شما هموطنان گرامی، اخبار رو شنید. اگر دقت فرموده باشین این شخصیت بلندپایه سیاسی اسرائیلی به جرم فساد مالی به 7 زندان محکوم شد. آیا این سوال مطرح کنیم، آیا در این جمهوری اسلامی ابدا فسادی بوده؟ یعنی از ابتدایی که آمده تا به امروز هیچ فساد مالی وجود داشته یا نداشته؟ جواب این است که
بسیار داشته، یعنی از حد شمارش بیرون هست. پس سوال بعدی این است که آیا هیچ کس در این باب و به این اتهام محاکمه شده است؟ خیر. آیا قتل اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ که افتاده. آیا کسی از قاتلان شما دیدید که غیر از مردم بیچاره عادی رو که میکشن با جر اسقال و نمیدونم هر شبت که تناب و اینها به دار میکشن، آیا کسی از این قاتلان ملت و کشندگان مردم ایران در نیمه های شب پاره پاره کردن و تکه پاره کردن و نمیدونم مختاری و دیگران فروهر و خانومش و اینها، آیا کسی محاکمه شد؟ ابدا و مطلقا. به چه نتیجه میرسیم؟ به نتیجه میرسیم که این کشور یک کشور اشغالی ایران که یک عده جنایتکار اونجا رو اشغال کردن و از خود مردم ایران آدمکش استخدام کردن برای نگه داشتن قدرت و دزدیدن پول. این خانه ها و این ویلاهایی که در ایران ساخته شده است و می شود و اینها در هیچ جای دنیا نیست. نه اینکه نیست، خیلی 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 کم هست. آقا ما در دوران شاه یه لمبرگینی، آقا لمبرگینی در ایران بود. این باعث سر و صدا شده بود که پسر آقای نمیدونم آریه بود، کی بود که کاشی داشت، کاشی بود. خب یه کارخونه دار بود، ثروتمند بود، پسرش یه لمبرگینی، تمام ایران خبر این لمبرگینی بود. کمپانی پورش اعلام کرده است که 50% محصولاتش رو در این چند ماه گذشته فرستاده ایران. اینا رو کی سوار میشن؟ کردهای مهابات که سوار نمیشن که، بچه دزدها، بچه آخوندهای دزد سوار میشن. 800 میلیون و نمیدونم 900 میلیون و معلمی که حقوقش در ماه نمیدونم 1,000,000 تومان هست یا 1,500,000 تومان هست، شما محاسبه بفرمایید چند سال طول میکشد تا بتواند یک پرش تهیه کنه. تا ابد باید کار بکنه و خرجم نکنه. هیچ کس مسئول هیچ چیز، هیچ جنایتی نیست. و روز به روز متاسفانه کار ما بدتر شده. هموطنان گرامی، به جهت خستگی بیش از حد از شما خداحافظی میکنم. به جهتی که دیروز ما که اصلا ساعت 10 صبح تا ساعت 9 شب بر پای بودیم، دیشب هم یکی 2 ساعت بیشتر نخوابیدیم، صبح هم باز ساعت 7 اینجا بودیم، 11:30 دوباره خدمت شما بودیم. این است که با اجازه شما این چند دقیقه رو به ما مرخصی مرحمت میفرمایید که مرخص شویم و تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ بسپاریم. بخشی از همین صحبت ما با آقای مهبودی رو قرار شد پخش کنن تا روز چهارشنبه صبح که با شاهنامه خدمتون خواهم بود. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد. دورشان می اومدن و استنساخ میکرد. درست. بنابراین استنساخ بعد از استنساخ، و متاسفانه عرض میکنم که کتاب ایرانی هیچ گونه انضباطی نداشتن. همونجا که شما فرمودید و خیلی خیلی درست فرمودید، این که یک کتاب بگذاشت جلوش، یکی هم کاغذ سفید، به قول آقای نولکه میگوید کاتب ایرانی جز این دو نسخه یک نسخه هم در مغز خودش داره که از این استفاده میکنه و وارد اون میکنه و اغلاط به انواع هستن. درسته. یکی این که آقا اشتباه میکنه، حواسش نیست، یک مصرع رو دو بار مینویسه، این اصطلاحا میگن دیتوگرافی. درست. یعنی چشمش به جای این که به مصرع دوم به بیت سوم بیفته، میفتد به بیت چهارم، بعد مجبور میشه اینو باز تکرار کنه. اینو خطاست. یه نوع خطا هست که معنی لغت رو نمیفهمیده چون لغت منسوخ شده بوده، مثل واژه مستی که در جنگ رستم و سهراب میگوید به مستی رسیدین از آنون از این، چون لغت مستی رو نمیفهمید، حتی بود دانشمندان روسی هم نفهمیدن که مستی رو کردن سستی، به لغتی که خودش میفهمید تبدیل میکرد. و بدتر از این که در متن اصلی پاک میکرد و مینوشت سستی و حک میکرد. این دقیق تصربش واقعا چون یا این که
وقتی داشت نسخه رو سنساخ میکرد، از این نسخه مطلب رو نمیفهمید، میرفت از یک نسخه‌ای که در جغرافیای دیگری نوشته شده بود، از اون میآورد مطلب رو وارد این نسخه میکرد. با این کار ایجاد فساد افقی میکرد اصطلاحاً. یعنی اگر ما بخوایم مثلا به شیوه لاخمان یا جینیالوجی بخوایم شجره و نسب این نسخ رو برپای کنیم، نمیتوانیم، به خاطر همین فسادهای افقی، چون نمیدانیم کدام از کدام گرفته شده. بنابراین اون چه متون اصیل بزرگوار بوده در زبان پارسی دوچار این نوع گرفتاری ها شده، هرچه اثر مشهورتر بوده تعداد غلط ها بیشتر شده، به ویژه شاهنامه که مردم بسیار دوست داشتن. و گرایش دیگری از کتاب این بود که هرچه داستان شیرین تر و مورد قبولتر در جامعه، تعداد ابیاتیش بیشتر می شد. و اینا توجه نداشتن که سبک فردوسی سبک در واقع ایجاز و اختصار هست. بله، این سبک سامانی است. درسته. بنابراین داستان رستم و سهراب چون بیشترین محبت ها نمیخواستن مصاحبت این داستان را از دست بدهن، مرتب اضافه کردن. کما این که عرض میکنم خدمت شما، این داستان بین 1010 بیت تا 1050 بیت نهایتاً بیت داشته، اما در شاهنامه تأسیس ماکان به 1680 بیت رسیده که اینا الحاقه است، از فردوسی نیست. و بسیار ابیاتی که وارد حافظه ملی شده است، نظیر شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جاده چقدر سخیف و زن و اژدها هر دو در خاک به، اینا هیچ کدام از حکیم نیستن، اینها به انگیزه سیاسی یا دینی اینا باز اونم اضافه می شد. قطع نظر از جهالت کتاب، این به قول معروف قضایای دینی و سیاسی هم مخلوط می شد، به وجهی که یک کسی می گوید فردوسی شیعه است، پروفسور شیرانی که یکی از بهترین شاهنامه شناسان هست می گوید که سنی است، و اینها رو خودشان می گفتند و می افزودند در ابتدای دستنویس لندن که تا امروز قدیمترین دستنویس نسخه داره شاهنامه است، یک ابیات سستی هست که هر کودک دبستانی ممکن است بتونه ابیات رو بسوره، گذاشتن ابتدای کتاب همین مدح علی و اینها. و اینها مجموعاً جمع شدند و کتاب نیازمند تصحیح افتاد توسط خارجی ها. انگلیس ها ابتدا آغاز کردند، بعد در فرانسه شد، بعد در مسکو شد، بعدم که جناب آقای خالقی اقدام کردند. این میانه یک التقاطی از چاپ مول و چاپ ماکان توسط وولرز شد که نگاه کرد به این دو که عرض کنم که در ایران به چاپ رسید، استاد سعید نفیسی و اقبال آشتیانی، اینها چاپ بروخی مشهور هست. این است که هنوز کار ادامه دارد و چون بین تاریخ فوت فردوسی تا آخرین نسخه تاریخدار ما 275 سال خلع داریم، یعنی 675، در این بین ما هیچ نسخه در اختیار نداریم و این کار شاهنامه همچنان ادامه خواهد یافت تا برسیم به نسخه های اصلی تر و بهتر. امیدوارم در این زمینه موفق باشید. درست میگه. بنابراین آقای مشیری، به نظرم به قول یکی از این ادبا که حرف درستی هم میزنه، این کاتبان یا این نویسندگان آثار، حالا چه در قلمرو تاریخ، در قلمرو ادبیات، شعر، مثنوی، حتی خودش ها، خیلی به ما خیانت کرد. بله، همینجوری که هر چی دلشون خواسته اضافه کردن. به نظرم بسیار از این متن‌هایی که شده در آغاز هر کتابی، حالا بستگی داره که این کاتب رافضی بوده، حنبلی بوده، نمیدونم را چی بوده، یعنی بسته به نگاه مذهبیش سعی کرده که به شکلی دخل و تصرف مذهبی هم بکنه. بله، حتی در کتب تاریخ. بله. یک مطلب خیلی مهم پیدایش آتش است. پیدایش آتش، فردوسی نمیتوانست موضوع آتش را نگوید چون آتش مقدس بود در ایران زمین. بله. در تمدن بشر آتش رول بسیار مهمی رو بازه. استاد توس اون رو به هوشنگ منصوب میکنه. اینا آمدن گفتن که این که آتش پرستی است و این که کفر است، از بسیاری از نسخ قدیم اون رو حذف کردن. خوشبختانه ما یک شخصیتی داریم به نام بنداری اصفهانی
که شاهنامه‌ای که در اختیارش بوده از همه شاهنامه‌های موجود قدیم‌تر بوده. در اونجا ما می‌بینیم که داستان پیدایش آتش هست در نسخه قدیمی، یعنی اون رو به هوشنگ منسوب میکنه. یکی روز شاه جهان سوی کوه گرون رفت با چند کس هم گروه، پدید آمد از دور چیزی دراز، سیه رنگ و تیره تن و تیز تاز. یعنی سبک میگوید که از فردوسی است. دو چشم از بر سر چدو کاسه خون، ز دود دهان از جهان قیرگون. بعد میگوید هوشنگ سنگ رو برداشت و پرتاب کرد، بر آمد به سنگ کلان سنگ خورد، همان و همین سنگ بشکست خورد. نشد مار کشته ولی کن زراز، پدید آمد آتش از اون سنگ باز. این دقیقا پیداست که به خاطر نظر دینی که آتش مقدس کرده، اینو حذف کردن از اسنادهای قدیم. این مطلبی است که شما فرمودید و کاملا درسته. دکتر آقای مشیری عزیز، برخی از محققان معتقدند که همونطور که فرمودید فردوسی سنی بوده، ولی آقای احمدی دامغانی مطلبی داره خیلی مفصل و تأکید میکنه که مذهب فردوسی شیعه. بخوام بگم خود شما به چه دیدگاهی هستید؟ بله، من فکر میکنم که فردوسی کلن شخصیت فردوسی بالاتر از اون است که در چارچوب مذهب. شخصیت مولانا هم بالاتر از اون است که شافعی بوده. اما شیعه گری یه نوع گرایش سیاسی و در واقع پروتستانیسم بوده در مقابل خیانت‌ها و جنایت‌هایی که اعراب سنی در واقع خلفا می‌کردند. این است که اون چند بیتی که مجبور به سفینت و نجات هست، اونها اصیل در شاهنامه که اظهار میکنه که من علاقمند هستم به شیعه و به خاندان نبوت، میگوید من هستم. اما این تنها ابیات نیست، بسیاری ابیات دیگر هم هست که اونها نتیجه کار کتاب هست. وقتی میگوییم شیعه و شیعه گری، ما دوچار مغلطه پرزنتیسم نشویم، یعنی گمان نکنیم که شیعه فردوسی مانند همین شیعه خلخالی بوده یا شیعه خمینی بوده. اینها در طول زمان دوچار تطور شده و هزار چیز افزوده شده و هزار چیز کم شده. این است که در اون کار بعض روشنفکران و وطن دوستان به سائقه وطن دوستی و ایران دوستی و برای تن زدن از جریان اصلی اسلام که سنی بوده خود رو شیعه میخوانده. یه موضوع دیگه که کماکان منام با من یه افسانه جعلی باقیست، این ماجرای اول سرودن شاهنامه، اونم به سفارش دربار که به نظر نمیرسستن در دوره دربار محمود غزنوی. و اینکه تا اونجایی که من میدونم و یکی از محققانم بررسی های انجام داده، فردوسی زمانی شاهنامه رو به پایان میبره که محمود غزنوی حتی سلطان نشده بوده. عرض میکنم که میفرماید سخن را نگه داشتم سال 20، بدون تا سزاوار این گنج کیست. خیلی پیش از اون که محمود غزنوی بیان و اینها سامانیان رو براندازن، این استاد مشغول بوده. اینقدر هست که در روزگاری که شاهنامه به پایان میرسیده، عرض میکنم که وزیر بسیار فضل ابن احمد اسفراینی که از وزرای سلطان محمود و ایران دوست بود و همو بود که مراسلات دیوانی رو به پارسی کرد چون به عربی بود، به استاد طوس سفارش میکند که این کتاب رو به نام محمود تمام کن. بنابراین به نام محمود کتاب تمام میکنه. متاسفانه این پشتیبان استاد رو به زندان میاندازند و داستانش مفصل و در زندان میمیره و پشتیبان خودش رو در غزنه از دست میده. این افسانه ها از چهار مقاله نظامی عروضی آغاز میشود و عجب این که خود استاد ابتدا میگوید چی شد که من آغاز کردم، چگونه شد که من نسخه اون شاهنامه ابو مسعود رو به دست آوردم و همه توضیحات رو داده. با این وجود این همه افسانه ها ساخته شده و همه اینها رو جمع آوری کردن و در مقدمه کتاب شاهنامه بایسنقوری جمع کردن. این همه افسانه است. فردوسی هرگز به غزنین نرفت، از میشه به خاطر پول هم شاهنامه به خاطر پول چنین اثری هرگز ساخته نمیشود. این نیاز جامعه ایرانی بود و میجوشید این نیاز نزد بزرگان خراسان که ما بایستی چنین کاری رو انجام بدهیم.
کمان که پیش از فردوسی ابوالمؤید بلخی مسعودی مرزی و از همه مشهورتر درست کنم دقیقی اصطلاحاً توسی به این کار اقدام کرده بودن، ناموفق بودن. بنابراین کار ناتمام رو این استاد در کنج انزوای خودش و بیرون از حیطه دربارها در توس، در پاز یا باج به انجام رسانید. بنابراین همه افسانه است، داستان افسانه. پول گرفتن و پول دادن و اینها افسانه است. اگه کسی بخواست وجهی بگیره 30 سال صبر نمی کرد آقا. جلد اول تمام می کرد، می برد به دربار می گفت آقا این جلد اول به ما پولی بدین، این جلد دوم سفارش عملی سفاره با سفارش و پول کار هنری درست نمیشه آقای میبودی. خب بریم بر سر کار جناب علی، کار خارق العاده آقای مهندس بهرام مشی. آقای مشی، روش شما چگونه بود؟ همه ما میدونیم که همینان هم اغلب کسانی که آثار ادبی رو تصحیح میکنن یا نسخه های گوناگون در ادوار مختلف رو میذارن جلویشون ببینن چه تفاوت هایی وجود داره بین هر نسخه، اینا رو استخراج میکنن ببینن کدام یک نزدیکتر به زبان به اصطلاح نویسنده یا به زبان خالق اثر اون حالا یا واژه مطلوب رو پیدا میکنن نزدیک به اصطلاح نزدیک به زبان اون عصر، یا اینکه میگن نه این در واقع این واژه در اون زمان منسوخ بوده مورد استفاده قرار حذفش میکنن کنار میگذارن، یا میگن در بعضی از نسخ اکثریت نسخ این واژه مثلا آمده در نتیجه به نظر ما بهتر از همین استفاده. شما روشتون چی بود؟ خدمت شما عرض میکنم صحبت روش فرمودید، ما هیچ یک از این روش هایی که در غرب اومده نمیتوانیم مد نظر داشته باشیم و بگوییم قطعا این روش کاپی تکس ادیتینگ یعنی اقدم نسخ خیلی خوب است، یا این روش عرض کنم التقاطی یا استحسانی در واقع بهگزینی بهترین است، یا شیوه داخمان بهترین است. اینها فرمول ریاضی نیست، اینها کار نیوتن نیست، فرمولای نیوتن نیست، این خشکی در این کار نیست، این نیازمند هنر تشخیص هست. هنر تشخیص هست. این است که ما بیاییم و بگیم این لکتیو دفیسیلیو یک چیزی است که ما بایستی بگذاریم و مثل فرمول اینشتین اصلا چنین چیزی نیست. هر بیتی و هر مصرعی بایستی شرط خودش رو داره. اما بر روی هم به گمان مخلص ما چاره‌ای نداریم جز این که شیوه استحسانی رو به کار ببریم، یعنی نسخ مهم رو که عبارتند از نسخه فلورانس، سنت جوزف، نسخه لندن، قاهره، عرض می کنم که لنینگراد و چند نسخه دیگر از اینا رو کنار هم بگذاریم و ببینیم کدام مصرع و کدام لغت با سبک فردوسی سازگاری داره و همه چیز در کار تصحیح در خدمت سبک و معنی است. اصلا باید فراموش کنیم که لاخمان چی گفت و اون چی گفت و لکتیو دفیسیلیو، اینها چیزهایی بود، مصطلحاتی بود که برای زبانهای قدیم بسیار قدیم و منسوخ شده اینها اروپایی به کار می بردن. آخرش هم بسیاری از بزرگان عرض کنم که ناقدان اروپایی بر این شدن که ما هیچ قانون ریجید یا خشکی رو نمی توانیم به کار ببریم برای تصحیح و همین شیوه استحسانی یعنی مقابله نسخ و برگزیدن بهترین ها، این بهترین شیوه است و تنها شیوه است که ما میتونیم استفاده کنیم. چون وقتی ما یک نسخه قدیم رو میآوریم، کاری که مسکوویچا کردن، یعنی میگوییم که اینا اومدن نسخه لندن رو معیار گذاشتن و سنگینی وزن تصحیح رو بر گردن همین نسخه لندن گذاشتن، در حالی که در نسخه لندن خطا بسیاره، ممکن یک نسخه جدیدتر باشه اما از اصلی اصیلتر گرفته شده باشه و از این بهتر باشه. بایستی نگاه کرد به سراپای بیت و مصرع و منطق بیت در ساختار داستان، اینهاست که داره اهمیت. بنابراین قدمت اهمیتی نداره، قدمت اهمیت داره بله، ولی میتواند که امری در نسخه بسیار قدیم غلط باشه. این نیست که ما سرسپرده اقدم نسخ باشیم. بله، مرحوم علامه قزوینی عالم بسیار بزرگی بودن اما یک نوع خشکی در کار داشتن که اقدم نسخ الزاماً اصح نسخ است. نه آقا، چنین هم نیست. ممکن است که یک نسخه با تفاوتی
از نظر سن و سال جدیدتر باشه اما مطالبش صحیح‌تر باشه. این است که ما نمی‌چسبیم به اقدم نسخ و اون رو بگیم این بهترین است، این ما رو دوچار خشکی و جمود نامحمود تعصب میکنه. من احساس کردم یه نوع شما رابطه ذاتی دارید با شاهنامه و من فکر میکنم در این زمینه مادر شما نقش مهمی داشته. خب بله، یعنی بنابراین نشون میده که گاهی وقتا لازمی که آدم از گاهواره بله شاهنامه آشنا شده باشه. بله کاملا درست، چه خیلی بودن در گذشته خانواده های ایرانی که همینه نیست؟ بله همینه. در واقع این غیر ممکن نیست که یک کسی مثل نولکه آلمانی یا دیگران اینا دارای نبوغی باشن و تصدیق بکنن دستشون هم درست باشه، نظر خوب باشه، اما به نظر مخلص یک نوع انس الفت دراز مدتی لازم است برای شناخت سبک. ممکن است که بیشترین وقت مسهل صرف شناختن سبک بشود و سبک شناخته نمی شود مگر به تکرار شما کتاب رو خونده باشید، به تکرار با این پهلوان ها روبرو شده باشید. در امر تأسیس شخصیت شناسی پهلوانان بسیار مهم هست، شناختن وقایع در کجا و کی اتفاق افتاد و شناختن سلسله انساب پهلوانان، اینا بسیار مهم و به دست نمیاد مگر شما از دوران کودکی انس الفتی داشته باشید و این صورت دراز مدت باشه، شما این ساختار شاهنامه رو در ذهن داشته باشید، وگرنه خیلی به سرعت و خیلی خیلی به سادگی دچار غلط یعنی اشتباه میشوید در تصحیح کتاب. کاملا درسته. بله. یه در اهمیت شاهنامه فکر کنید ما داریم راجع به یه اثری معبود هزار اندی سال پیش حرف میزنیم. بله. در فاصله یه چیز مثلا 2000 فرسخی میهن و مملکت خودمون و از یک شهری داریم سخن میگیم، یه دهکده‌ای به نام باج در نزدیکی توس میگن که بله، نابود نزد. شده این دهکده در هر جای دنیا بود تبدیل به موزه میشد. بله. یکی از آثار درخشان گردشگری. بله. باج یعنی محلی که فردوسی به دنیا آمده، ولی کماکان داریم از همون زبان استفاده. بله بله، هزار سال فاصله. بله. 2000 فرسخ باز فاصله داریم تا زادگاه فردوسی. بله. یعنی این مرد این همه اهمیت داره. درود بر شما. ببینید از روزگاری که فردوسی این کتاب رو نوشت، یک مرد خراسانی در یک دهی ده ها هزار کتاب در جهان نوشته شده، در این دانشگاه های بزرگ جهان دانشگاه دانشمندان عظیم و شان کتاب های. ولی وقتی نگاه بکنیم ببینیم که از این 10 جلد اول از آثار بزرگ که دستاورد تفکر قلم بشر هست، این شاهنامه مقامش خیلی بالاست و این خود مثل بسه یک معجزه است آقای میبودی. واقعا معجزه که این مرد در یک دهی چنین هنری داشته که حاصل هنرش صدر نشینه عرض کنم ادبیات باشه، ادبیات جهان حتی بتونم بگم و بی نظیر، و چگونه حافظه ملی اون رو دریافته و هنر در این است که چگونه این مطالب و مسائل پیچیده و مشکل رو با چه بیان و زبان هنری شما بیان کنید که پروبال پیدا کند و برسد به دست آقای نولت، که برسد اون سوی جهان به دست آقای مول و اونها رو شیفته بکنه که همه عمر رو بر این کار بگذارن، یا وولف همه عمر بر این کار برای نوشتن فرهنگ شاهنامه، و این نیست جز هنر والای فردوسی که هرگز نظیری نداشته. در این مجموعه نسخ انتقادی شاهنامه و اصلاحاتی که صورت گرفته، چی شما رو به اصطلاح چی شما رو وادار کرد که به فکر بیفتید که نقدی بر اونها بنویسید؟ خدمت شما عرض کنم مهمترین اتفاق چی بود؟ مهمترین اتفاق بارها گفتم مقدمان نوشتم، عرض کنم که ما شاهنامه با شاهنامه ماکان که آشنا بودیم از بچگی، به جهت اینکه این کتاب متاسفانه به قول لاتین زبان ها تکستوس رسپتوس شد، یعنی نسخه استاندارد شاهنامه با این همه الحاقات، به جهت اینکه خب فضل تقدم با او بود، اون اولین کسی بود که اقدام کرد در حضور سلطنت فتحعلی شاه در بعد ما مهر رو داریم، بعد عرض میکنم از تلفیق مهر و ماکان ما نسخه وولرس رو داریم، بعد
که اینا البته دو تاش مهم بودن از نظر تاریخی، حالا اون التقاط نماند. بعد شاهنامه چاپ مسکو رو داریم. شاهنامه چاپ مسکو بین سال 1961 تا 1972 انتشار یافت، خیلی هم سر و صدا کرد. بله، و انقدر اینها حداقل انقدر عقل داشتن که آمدن تقریبا یک نسخه دیپلماتیک هست. در فن نقل تصحیح میگوین دیپلماتیک ادیشن، یعنی که شما یک اثری رو بدون دخل تصرف چاپ کنی. خب این بهتر از این است که شما بیایید نادانسته بیایید یه اثری رو دست بگیرید، یه کاری رو که بیشتر غلط واردش بکنید. تقریبا میتونم بگم نه تحقیقا، این یک دیپلماتیک ادیشن هست، 90% نسخه لندن هست. یک کاست و فزود اندکی این دانشمندان شوروی وارد کردن وگرنه. بعد ما بسیار شنیدیم در باب زحمات آقای خالقی. من اینجا میخوام احترام خودم رو به این مرد محترم اینجا اعلام کنم که بدون وجود ایشان و زحماتی که ایشان کشیدن این کار برای ما میسر نبود. چون ایشون کار شاهنامه پژوهی رو آسان کرد، همه در واقع واریانت های کتب مختلف رو، حتی اونهایی که خطا هستن، در زیر صفحات آورد و پژوهندگان رو از در اختیار داشتن همه نسخه ها بی نیاز کرد. من به ایشون بسیار احترام دارم و این عرصه هم عرصه تعصب و عرصه دشمنی و عرصه نمیدونم اینها نیست واقعا. یعنی اینا باری بعد در بابشون بسیار شنیده بودم و اینها، اما نداشتم تا اینکه یک دوستی آقای ادیبیان برای من این همه مجموعه هشت جلدی رو فرستادن. من نگاه کردم دیدم که ضمن این که این دانشمند محترم بسیار کارهای خوب کرده و حق و اصلاحهای بسیار خوب کرده، در ضمن بعضی جاها به خطا رفته، به خصوص یکی دو خطای خیلی منکر من دیدم و در بابش صحبت کردم در تلویزیون. اینها دوستان تشویق کردن که آقا این مطالبی که شما میگویید بهتر است بنویسید. این است که ما کتاب دیگری که در حال نوشتن داشتیم گذاشتیم کنار، مربوط به مقالطات تاریخ نویسان اینها، و آغاز کردیم به این کتاب مستطاب. خب قراره است که تا اینجا متوقف شید؟ نخه ادامه میدید؟ نخه. فعلا داستان رستم و سهراب، فعلا این تاریخ نقد و تصحیح، معرفی شیوه های نقد و تصحیح. مثلا هنه گفتن لاخوان، اما هیچ کس نیامده در ایران توضیح بدهد که لاخوان چی هست، داستان چی هست. این است که بیشتر وقت ما صرف این شد و تصحیح رستم و سهراب. بقیه کار فکر میکنم بایستی اگر ما بخوام ادامه بدهیم که حتما رو خواهد بود، به جنگ مازندران و جنگ هاماوران و یکی یکی داستان ها رو عرض کنم که بررسی کردن جلست. اگر وقتی باشد و عمری باشد بس دنبال میکنم از بازارچه باید عبور بکنیم. همینان هم وقتی نگاه میکنیم که نسخه های شاهنامه در لنینگراد هست، در لندن هست، در فرانسه هست، اینجا و اونجا، برخی از اونا دست مجموعه داران، آدم تعصب میخوره. یعنی اگر اینا نبودن چی میشد؟ اگر این محققان و شخص شناسان و نمیدونم فردوسی شناسان گذشته نبودن، به احتمال زیاد اسم فردوسی حتی به ما هم نمیرسی. و این نشون میده که واقعا ایرانی ها با دفرک یک آرشیو ملی باشن از این پس. خیلی کار مهمی است و به نظرم این اقدام اساسی است در این زمینه که امیدوارم ادامه پیدا بکنه. میرویم برمیگردیم. ماریای نازنین هم اینجا نشسته پشت تلفن هاست، هم میهنان هم اگه کسانی علاقمندن کتاب آقای بهرام مشیری، کتاب محققانه و عالمانه او رو سفارش بدن، حتما تماس بگیرن و چون اثر باید خونده بشه، درباره‌اش صحبت بشه، شاهنامه باید تبدیل به گفتمان بشه. یکی از کارهای بزرگی که آقای خالقی مطلق انجام داد از روزی که شروع کرد به تصحیح شاهنامه اینه که بالاخره نام شاهنامه رو مطرح کرد. یعنی به طور دائم تو این 40 سال نام شاهنامه مطرح بوده و اینکه دارن روش کار میکنن و تک به تک وقتی این آثار منتشر شد راجعش بحث شد، گفتگو شد و این بحث‌ها باید ادامه پیدا بکنه تا برسیم به یه نتیجه اساسی. چرا؟ چون این کتاب خلاصه کتاب مقدس، که چه چیز مقدسی وجود نداره، ولی واقعا برای ملت ایران یک اثر مقدسه به معنای واقعی کلمه، چون سهم عمده‌ای داشته در شکل دادن به
فرهنگ میهن ما و اینکه من و شما امروز با هم به زبان فارسی تکلم بکنیم و نگران از عدم تفهیم نباشیم. برمیگردیم. خب امیانانه گلن بودی در جان امکانه گفت که توانستی ولی معنا شکفت با آقای مهندس بهرام مشیری عزیز هستیم. در برنامه امروز داریم راجع به شاهنامه صحبت میکنیم و آخرین کار استاد مشیری در باره شاهنامه که به نظرم کار بسیار ارزشمندی است. امیدوارم که حتما ادامه پیدا بکنه. چرا؟ چون فردوسی حق بزرگی به گردن همه ما داره و حیفه که ما همه چیز رو به خارجی ها واگذار بکنیم و واقعا هم اگر اونا نبودن شاید امروز اثری هم از شاهنامه وجود نداره. نگاه میکنم آقای مشیری در آرشیو فرانسه ما 2400 جلد کتاب خطی داریم که بعضی از اونها یگانه هستن. همین پیروزا داشتم با یک استاد بزرگ صحبت میکنم در باره کتابی به نام سفینه تبریز که میگن اصلا فوق العاده جالبی است. مخصوصا دست بسیاری از این هواداران تجزیه هم رو میکنه ولی اثر هم نیست، نه تجدید چاپ شده نه که سازش رو چاپ بکنه. خیلی اسباب حیلته. قیاس بکنیم این بقیه کشورها چه میکنن و ما متاسفانه چه. خب به من بفرمایید که اگه بخواید این کار رو ادامه بیدید دوستایی کماکان به تنهایی این کار رو بکنید، یه دستیارانی هم احتیاج دارید. عرض کنم که اگر از بنده میپرسید این کار یه نفر نیست و کار گروهی است، چون کار مشکله. ولی خب ما دست تنها دیگه به هر صورت این کار رو انجام دادیم تا اینجا و از اینجا به بعد هم اگر بتوانیم از کسی کمکی بگیر. البته من با کسانی که تخصصی در شاهنامه داشتن مرتب در تماس بودم، مشاوره میکردیم، صحبت میکردیم اینها، اما کار اساسی و بزرگی بخواد انجام بشه بایستی کمک هایی باشد تا بشود وقت گذاشت. خیلی کار سخت هست، خیلی کار مشکل هست و وقتگیر هست و تمرکز میخواد. شما نمیتوانید که دو تا کار، سه تا کار در آن واحد انجام بدهید و بخواید کار که نیازمند همه توجهات هست را هم انجام بدهید همزمان. این است که درست میفرمایید، این یک استعانتی بایستی از دیگران گرفته بشود. خب خوشبختانه ما از شر کاتبان تقریبا راهایی پیدا کردیم در این دوره روزگار، چون دستگاه چاپ اومد و دیگه اونا مؤثر نیستن. چون واقعا میگم خیانت به معنای واقعی کلمه کردن، یعنی گاه در یه دورهای اصلا مردم رو نسبت به اندیشه ها و افکار یه آدم متفکر منحرف کردن. بله بله، مثلا یه چیزایی شروع کردن مت گفتن بر سر هر اثری مت، مثلا متهای مذهبی یا ثنای مذهبی که اصلا ربطی به شاعر نداشت. بله، ولی به نام اون شاعر برای همیشه ثبت شد. بله همینجوره نیست. بله و این کار باید آقای مشیری در مورد بقیه آثار هم صورت بگیره. خب بله، اگه شما دقت بفرمایید همینطور هم بوده. ببینید اگر شما دقت بفرمایید به دانشمندان ما بعد از مشروطه، از علامه قزوینی حتی ادیب نیشابوری، درست تا عصر حاضر کوشش ادبای ما، فضلای ما مثل ملک و شعرهای بهار، مثل مرحوم فروزانفر، مثل علامه قزوینی صرف تصحیح این کارها شد. این نکته که اشاره فرمودید خیلی نکته مهمی است. من بسیار خوشحالم که این نسخ ارجمند این کتاب ها از ایران بیرون رفته و دست افراد جاهل نیفتاده، کما این که در افغانستان 30,000 نسخه پارسیه شاید بعضی اینها منحصر به فرد به دست طالبان تومه آتش شد و در بسیار جای دیگر به بهترین نه و به بهترین وجه اینها در پاریس و لندن و لنینگراد و جاهای دیگه نگهداری میشه و در اونجا در واقع میتوانیم اعتماد کنیم که این کتاب در اونجا خواهد بود صحیح و سالم. نه کسی خرید و فروش میکند اینها رو، نه کسی اینها رو آتش میزند و در اونجا هستند. و مرحوم علامه برای تصحیح کتاب ها رفته پاریس. برای چه؟ به خاطر اینکه دسترسی داشته است به نسخ تراز اول که در لندن هست و در پاریس. درست. مثلا همین که تاریخ جهانگشا نوشته عطاملک جوینی
این نسخه‌هاش اونجا بوده. درست. یا چهار مقاله رو که تصحیح کردن ایشون، بهترین نسخه‌های مورد استفاده‌شون در اونجا بوده. اینها در اونجا هست. خوشبختانه این کار شده. اما بدبختیانه این است که آرشیو ملی ما ضعیف شده. آقای میبودی، از این شاهنامه‌های بله. نفیسی که در ایران بود و اینها به بیع و شرا رفت، مثل شاهنامه دموت که در عهد قازان خان مغول درست شده بود و مصور بود، و این اثر یه اثر بی‌نظیری بود اگر می بود. این رو بردن در فرانسه قیچی کردن یک آدم بی‌انصافی، و این تابلوهاش رو که در کتاب بود در آوردن به در دیوار گذاشتن. شنیدم یک تابلوش رو دوستم آقای محبوبیان توانست خریداری بکند و برگردانه خودشون برای برگ 350,000 دلار. بله، برگ 12 میلیون دلار الان. بله، شاهنامه شاه طهماسبی آخرین برگش 12 میلیون دلار در لندن به فروش رفت. 350 شروع کردن. حالا ببینید. بله بله ببینید. و جالب این که حالا چون فرمودید شاهنامه شاه طهماسبی حاوی 257 یا 259 میناتوره، و صاحبشون به دربار ایران پیشنهاد 20 میلیون دلار کردن، گفتن گران است نخریدن، در حالی که یکی از تابلوهای این کتاب رو پارسال در لندن 12 میلیون. در باب دیموت که عرض می‌کردم، دیموت که عتیق فروش فرانسوی بود و دوست من آقای محبوبیان به من گفتن که شهبانو فره به من گفته بودن اگر پیدا می‌کنید چیزی در این باب خریداری کنید، و یک تابلو از تابلوهای شاهنامه دیموت ایشون خریداری کردم، بگردن فکر میکنم در موزه عباسی باسی باشه، ولی بقیه معلوم نیست کجا رفته. کجا رفته؟ بله. و این اینا میباسی میبود چون شاهان توجه داشتن. بازم خدا پدر قازان خانو بیاره. و قازان خان آفرین بر قازان خان و بایسون قر میرزا. بله. بایسون قر میرزا و شاهرخ میرزا. و شاهرخ میرزا بله، اینا خیلی خدمت کردم. بله. دستشون تازه اینا خارجی بودن. بله، در واقع اینا ایرانی نبودن، ولی این همه کمک کردن. ولی متاسفانه نمیدونم، گاه که حکومت در دست ما بوده ببینید که چه میکنه. آقای مشیری عزیز، صحبت از طالبان کردی تو الان سوزاندن کتاب، کتاب سوزان. متاسفانه من تصور میکردم که این خاکبرداری در منطقه خاورمیانه اختصاص پیدا میکنه به از بین بردن دستاورد دست‌های عدیده‌ای که توی منطقه زحمت کشتن، کار کرده بودن. بالاخره هم حافظ اسد کار کرده بوده، حزب بعث در بازسازی سوریه، هم صدام حسین تلاش‌های زیادی انجام داد، هم مهندس این معمر القذافی مثلا خب در کار ایجاد تأسیسات آبرسانی سرمایه‌گذاری‌های کلان کرده. همه اینها از بین رفت. من تصور کردم که خاکبرداری اقتصادی است و بعد هم جغرافیایی به احتمال زیاد، ولی حالا متوجه شدم که نه، خاکبرداری هویت شروع شده، یعنی بله. از بین بردن پالمیرا بله. از بین بردن تودمر، از بین بردن مجموعه آثار باستانی مربوط به دوره اشکانی ساسانی حتی در منطقه عراق بله. نظرتون چیه؟ کارهای بابلی ها و سومری ها نظرتون چیه؟ یعنی معلوم شد خاکبرداری به هویت و اساس هویت هم کار داره. اینها عجله کردن در کار کردن در خاورمیانه. اینها به یک نوع غرور و مستی رسیدن، آمریکایی ها بعد از سقوط روسیه، و آمدن این کارها رو کردن بدون این در نظر گرفتن در واقع دموگرافی اون منطقه. و این باعث ننگ هست که یک دو بار دیگه من اشاره کردم که یک سناتوری که 30 سال در سناست آمده میگوید که ما که نمیدانستیم اونجا شیعه و سنی هست. یعنی شما قبل که بدانید که اینجا جنگ شیعه و سنی در عراق بیشتر از 1000 سال ادامه داشته، و البته اگر شما ساختار قدرت رو خراب کنید همچین وضعیتی به وجود میاد. و این داستانی که هست حقیقتا تراژدی بزرگی است. آقای میبودی، اینها آمدن چه مایه دانشمندان بزرگی در اینجا کار کردن، اینها هویت منطقه رو آشکار کردن، تاریخ رو روشن کردن و این شهرها رو از زیر خاک‌ها بیرون کشیدن. و می‌بینیم که چگونه اینها بمب گذاشتن و منفجر می‌کنن و از میان می‌برن، بعض اینها رو می‌فروشن. و متأسفانه کسانی هم هستن که حالا شاید هم بگیم که خوشبختانه کسانی که می‌خرن اینها رو، ولی معلومه کجا می‌برن. اشکالش اینجاست. الان این شهری که
کشف کردن که بود اونجا و پالمیرا. بله بله، در سوریه. در سوریه وقتی بهش نگاه میکنین این پنداری که شما در طول زمان به عقب رفتی و در اونجا داری گام میزنی. درسته. و اینا یک شاهکارهای بشری است، اینا دارن از بین میبرن و معلوم نیست که قرار است در خاورمیانه چه بشود. آقای مهیب دقیقاً همینه. دقیقاً همینه. بله دقیقاً همینه. خب داریم گفتگو میکنیم با آقای مهندس بهرام مشیری عزیز، همین گفتگو رو دنبال میکنیم هفته‌های آینده هم. اگه میخواید کتاب رو سفارش بدید میتونید تماس بگیرید. ماریای عزیز در اتاق لکاس تماس میگیرید، خواهش میکنم که سفارش کتاب رو بدید بخونید، کمک کنید، حمایت بکنید از کارهای تحقیقی که در زمینه به اصطلاح حفظ آثار ملی ما میشه. شاهنامه واقعا نقش بسیار مهمی داشته، حتی در زندگی امروزه من و شما. همین کلماتی که امروز بین ما ها به اصطلاح مبادله میشه، ما حاصل تلاش ها یک مرد بزرگ و یک اندیشمند ارجمند ایرانی در هزار و اندی سال پیش، میشه 1025 سال پیش تقریبا، حدودا 1025 سال پیش در یک دهکده کوچکی به نام باش که دیگه امروز ازش هیچی میگن جز فقر و نکبت چیزی در این ده. بله. فکر کنید این مثلا در آلمان بود این باش، یا در همین آمریکا بود. الان صف کشید در مردم بلیط بخرن برن آثارش رو خرابهاش رو ببینن. بله. بگن خانه فردوسی کجا بوده، مزرعهش در کجا قرار. بله. دخترش در کجا زندگی بوده. بله ببینید اینی که فرمودید خیلی مهم است از نظر اینکه طوس یکی از بزرگترین شهرهای ایران و آبادترین شهرهای ایران بوده و در خراسان اون مایه شهرهای آباد و اون مایه گسترش معرفت بوده که در کمتر مدنیتی در روزگار قدیم بوده. این طوس در روزگار حمله مغول با خاک یکسان شد متاسفانه و هیچ معلوم نیست که داستان کجا بود زمانی که قوام سلطنه و مرحوم فروغی به دستور رضا شاه و تشویق آدمای بزرگی مثل ملک و شعرهای بهار که آقا بزرگترین شاعر ایران یک چیز نداره، این خیلی مایه ننگ بود و رضا شاه موافقت کرد و رفتن که پیدا کنن یک جایی رو انتخاب کردن و گفتن ما تشخیص میدهیم که ممکن است این محلی باشد که استاد طوس زندگی میکرده و این ساختمان باشکوه ساخته شد، وگرنه تا عصر جدید بزرگترین یعنی بزرگترین شهروند تاریخ مملکت ما که فردوسی باشه یک آرامگاه نداشت متاسفانه. کاملا درست. بله. و کلام آخر میخوام نظر آقای مشیری هم سوال بکنم. آقای مشیری در این اواخر خب خیلی تحقیقات زیاد شده بعد از انقلاب اسلامی درباره مذهب و کیش و آیین شعرا و بزرگان قدر اول ما. بله. مثل حافظ، مثل سعدی، مثل فردوسی، مثل نظامی که اینا شیعه بودن، سنی بودن، رافضی بودن، حنبلی بودن، فلان بودن. و به نظر من وقتی بررسی میکنی نگاه میکنی میبینی که اینا همه فراتر از مذهب بودن. درود بر شما. فراتر، یعنی این واقعا یک بحث عبث و زائده. میخوام ببینم استاد مشیری چی میگه. ببینید آقای مهبودی، دین فلسفه عوامه، یعنی اونقدر سطحی است و اونقدر پیش پا افتاده از این دستورات که شخص متفکر رو جلب نمی کنه که ما بگیم که مولوی مثلا شافعی بوده. درست. یا حنبلی بوده. درست. اینها خود مولانا می گوید که آقا این دین مانند کسی است که دلبر رو می آورد و معرفی می کند و وقتی که دلبر آمد ما دیگه نیازمنده اون میانه نیستیم و او رو بیرون میکنیم. یعنی یک آدمی مثل مولانا، مثل عطار در کارشون، در سخنانشون، در ابیاتشون، در اشعارشون، اگر اینها در حد آدم دینی بودن که در حد ملا محمد باقر مجلسی بودن و نهایتا غزالی بودن و اینها بودن، اینها مردمانی بودن فیلسوف، مردمانی بودن روشن فکر، مردمانی بودن با روح بسیار متعالی و فکر بسیار متعالی و به همین دلیل هم هست که در دل‌های مردم باقی موندن. وگرنه کی رفت اصول کافی بخواند و کی رفت که سراغ آثار باقر مجلسی رو نگاه کند که واقعا
نیم میلیمتر عمق اینها نیست. اینا چیزهاییست برای عوام الناس، قربونتون برم. این است که ما برچسب دینی زدن به مولانا و حافظ، شما دیوان حافظ رو نگاه کنید، یک فیلسوف تمام عیار عمیق الفکر اونجا شما میبینید. حالا ما بیان بگوییم که حافظ چیه بوده یا سنی بوده، این سخن مسخره واقعا دون شأن بزرگان ما هست. کاملا به نظر من ما فقط گفتگو رو دنبال بکنیم در هفته آینده. بله بله، بسیار عالی، بسیار عالی. آقای استاد مشیر خیلی لطف کردید، ممنونتون برم، محبت کردید در برنامه ما و گفتگو رو با ایشون دنبال میکنیم و از بازداچاگر عبور میکنیم. منزل بعد همینان هم میریم بر سر مسائل منطقه خاورمیانه. گزارش مستار خانم داریم که حتما خواهیم شنود. اگه میخواید کتاب رو هم سفارش بدید، خواهش میکنم که کتاب آقای مشیری نگاه کنید، این روی جلدشه، با ماریای عزیز شماره تلفنم اونجاست، تماس بگیرید، حتما اثر رو مطالعه کنید، بعد نظرتون رو با ما در میان بگذارید. یه منزل ما در اختصاص توی هموطنان بیان. بله بله، حتما. خدا حافظ شما. درود بر شما.